قسمت سوم از همان روز این مسئله به روزنامه های اصر هم کشانده شد. روزنامه ها این پرسش را مطرح کردند که آیا شهرداری در نظر دارد در این امر دخالت کند یا نه؟ و برای مسئول نگه داشتن اهالی شهر از این حجوم نفرت انگیز چه تصمیمی گرفته است؟ شهرداری هنوز هیچ تصمیمی نگرفته بود ولی سرانجام اعضای انجمن شهر را گرده هم جمع کرد تا در این باره به بحث بپردازند دستویی که صادر شد بخش مبارزه با موشها را موظف می کرد هر روز از سهرگاه به جمع آوری موشهای مرده بپردازد. پس از آن هم دو تا از کامیونها جسد موشها را برای سوزاندن به کارخانه سوختن زباله ها ببرند. ولی در روزهای بعد اوضاع وخیم تر شد. تعداد موشهای مرده به شدت رو به افزایش گذاشت و جمعآوری آنها هم صبح زود کار دشواری شد. از روز چهارم موشها برای مردن دست دسته از سوراخهایشان بیرون می آمدند. آنها با صفهای طولانی و تلو تلو خوران از انباریها، زیرزمینها و گندابها رو به بیرون می آوردند. در روشنایی روز دور خودشان می و بعد در برابر چشم آدمها به یک پهلومی افتادند و می مردند. شب هنگام توی راه و کوچه پس کوچه ها صدای فریادهای های به وضوع شنیده می شد. صبح در حومه های شهر مردم می موشها موچها توی جوی ها و لکه های خون روی پوزه نبتیزشان دیده می شد. بعضی ها بدنشان ورم کرده بود و بعضی دیگر سفت و سخت شده و سیویل هایشان همچنان برف مانده بود. در شهر هم دسته های کوچکتری روی پاگرد پله ها یا توی حیات ها دیده میشدند. در سرسرای اداره ها، حیات های سرپوشیده ی مدرسه ها، تراس, تراس کافه ها هم گهگاه تک و توک به چشم خوردن. تمام مردم شهر حیرت زده و در شلوغترین نقاط شهر هم به جسد این موشها برمیخوردند در میدان در خیابان و بلوار ساحلی هم هم اینجا و هم آنجا جسد موشی را که زمین آلوده کرده بود به چشم میخورد اگرچه صبح های زود موش های مرده از کوچه و خیابان ها جمع آوری می شدن ولی طی روز رفته رفته تعدادشان افزایش می آف و شبها هم توی پیاده روها بیشتر وقت ها رهگذری احساس می کرد پایش را روی چیزی قلمبه و نرم میگذارد. انگار زمینی که خانه ها روی آن بنا شده بود خود را از شر خده های چرکینش خلاص میکرد و کورک هایی را که تا آن موقع درون خود نگه داشته بود بیرون میریخت. فقط باید سرگشتگی شهر کوچکمان را که تا آن موقع آرام بود و طی چند روز همه چیز در آن به هم ریخته بود در نظر مجسم کرد شهر شده بود درست مانند آدم سالم و سرحالی که ناگهان خونش غلیز شود و به جوش آید کار به جایی رسید و چنان و خامتی پیدا کرد که خبرگزاری رانستوک که همه گونه خبر، مدرک و اطلاعی را درباره هر موضوعی جمع‌آوری می‌کرد می کرد در برنامه رادیویی رایگانش اعلام کرد که فقط طی 25 آوریل تعداد موش های سوزانده شده 6231 بوده. این رقم چشم انداز روشنی از آنچه همه روزه در شهر به چشم میخورد به دست داد. و باعث افزایش نگرانی و آشفتگی همشهری های شد. تا آن موقع همگی از اتفاقی ناخوشایند و منزجر کننده شکایت داشتند. ولی حالا پی می بردن این پدیده ای که هنوز نه کسی می آن را مشخص کند و نه سرچشمه یا ابعادش را دریابد حالت تهدید آمیزی به خود گرفته است. فقط آن پیرمرد اسپانیایی که آسم داشت با خوشحالی دستایش را به هم میمالید و شادمانه تکرار میکرد بیرون میآیند بیرون میآیند روز 28 آوریل موقعی که خبرگزاری رانس دکت داد موشهای مرده جمعوری شده را حدود 8000 تا اعلام کرد نگرانی در شهر و میان مردم به اوج رسید. مردم خواهان اقدام های جدی بودند مقام های اداری را به سهلنگاری و بیتوجهی متهم می کردند. ادهی هم که در کنار دریا ویلا داشتند از ترک کردن شهر و پناه بردن به ویلاهایشان سخن می گفتن. ولی فردای آن روز خبرگزاری اعلام کرد که این پدیده به طور ناگهانی فروکش کرده و بخش مبارزه با موشها فقط تعداد اندکی را یافته و جمع آوری کرده. شهر نفس راحتی کشید. ولی همان روز موقعی که دکتر ریو نزدیک ظهر اتومبیلش را در جلوی ساختمان پایر کرد چشمش در انتهای کوچه به سرایدار افتاد که با سر به زیر افکنده دستها و پاهای جدا از هم مانند عروسک های خیم شب بازی داشت نزدیک می شد. مرد سال خورده دست کشیشی را گرفته بود که دکتر او را می شناخت. پدر پانلو بود. جزویتی اهل مطالعه و مبلغی مذهبی که گهگاه او را اینجا و آنجا دیده بود و همه اهالی شهر به او احترام میگذاشتند. حتی آنهایی که با مذهب سر و کار نداشتند. دکتر ایستا تا آن دو به او برسند. میشه سال خورده به دوچواری نفس میکشید و چشمهایش میدرخشید. از صبح خوب نبود و خواسته بود برود کمی هوا بخورد ولی دردهای شدیدی در گردن زیر بغل و کشاله رانها او را مجبور کرده بود برگردد و از پدر پانلو کمک بخواهد سرایدار گفت همه جایی بدنم ورم کرده و فکر می کنم زیادی از خودم کار کشیدم. دکتر دستش را از پنجره اتومبیل بیرون آورد و گردن میشل را که به طرف او خم کرده بود معاینه کرد گرهی به سفتی چوب در گردنش ایجاد شده بود و به او گفت بروید دراز بکشید درجه هم بگذارید و ببینید چقدر تب دارید بعد از ظهر می آیم و سری به شما می زنم. سرایدار رفت توی ساختمان و ریو از پدر پانلو پرسید نظرتان درباره ماجرای موشها چیست؟ کشیش گفت به نظر من مرضی مصری باید باشد و چشمهایش از پشت شیشه های گرد عینکش به لبخندی از هم باز شد ریو پس از نهار داشت تلگرامی را که از آسایشگاه فرستاده شده و رسیدن همسرش را اعلام کرده بود میخواند که تلفن زنگ زد یکی از بیماران قدیمیش بود که در شهرداری کار میکرد مدتها از تنگی آورد در رنج بود و چون آهی در بساط نداشت ریو رایگان می کرد. کارمند شهرداری پای تلفن میگفت بله مرا که یادتان هست ولی حالا قضیه مربوط به کس دیگری شود. زود خودتان را برسانید برای همسایه من مشکلی جدی پیش آمده مرد نفس نفس میزد و ریو به یاد سرایدار افتاد و به خودش گفت که بعدا او را میبیند چند دقیقه بعد وارد خانه ای کوچک در کوچه ای فدرب شد که در محله بیرون از شهر قرار داشت. وسط پله های خونک و بوناک به جوزف گران همان کارمند شهرداری برخورد که به پیشوازش آمده بود. مرد پنجاه ساله بود با سبیلی بلند و خمیده و زرد و شانه های باریک و اندامی لاغر. موقعی که به ریو رسید گفت حالش کمی بهتر شده فکر کنم دارد نفسهای آخر را می کشد. وقتی که به طبقه دوم که طبقه آخر بود رسیدن ریو دید روی در طرف چپ با گچ قرمز نوشته شده بیایید تو خودم را دار زدم. رفتن تو. تناب دار از گیره لوستر آویزان بود و زیرش هم صندلی یکی روی زمین افتاده بود و میز به گوشه رانده شده بود. ولی تناب خالی بود و کسی از آن آویخته نبود. این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.